نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با جلسه دوم از دوره HTML CSS مون، در واقع طراحی وبمون، که قراره تو این جلسه بریم و یه عالمه تگ براتون توضیح بدم. جلسه قبلی گفتم که ساختار وب به کمک چه زبانهایی نوشته میشه، بر پایه چه تکنولوژی جلو میره و نهایتاً شما اگر بخواید یک برنامه نویس یا یک طراح وب باشین باید چه کار کنین. گفتمم حتما یه سر به سایت ما بزنین، اونجا یک مسیر راه برای برنامه نویسان فرانت اند و بک اند هستش. حتما ویدیوها رو ببینین، رایگانه، تا دقیقاً بدونین که دارین چه کار میکنین. یه توصیه بهتون میکنم، حتما هر زمان که قرار یک مسیری رو انتخاب کنید، یک مسیر تخصصی انتخاب کنید و یا یک زبان رو انتخاب کنید، قبل از شروع کار اول خوب بهش مسلط بشین، یعنی متوجه بشین میخواین چه کار کنید، مسیر رو بفهمین، اصلا علت اینی که دارین این مسیر رو میرین رو بفهمین و بیس کار رو متوجه بشین. خیلی وقتا ما اصلا یه عالمه زمان میذاریم یه مسیر رو میریم، تازه آخرش متوجه میشیم، آخرش نه، اصلا وسطش متوجه میشیم این اونی نبود که من میخواستم. شاید اگر روز اول بیشتر در موردش تحقیق میکردم و وقتی شروع کردم مفاهیم اولیه رو خوب یاد میگرفتم، حتما الان شرایط بهتری داشتم. خب، ما جلسه قبل گفتیم که اگر شما بخواید یک پروژه وب داشته باشین، اولین کاری که باید بکنین اینه که یک فولدری رو در یک مسیری بسازید. مثلا من میام توی دسکتاپم یک فولدر رو میسازم به نام My Site. این فولدر میشه نقطه شروع کار من و اینجا میتونم چیکار کنم؟ فایل های پروژه خودم رو ایجاد کنم. اینو میبندم. فایل پروژه‌ای که میخوایم ایجاد کنیم قطعا یه سری صفحات HTML هم. اما کنار این صفحات ما حتما یه سری فایل های دیگه در آینده خواهیم داشت. مثلا فایل های عکس، مثلا فایل های ویدیو، مثلا فایل های مربوط به فونت ها، مثلا فایل های از جنس CSS، فایل های از جنس جاوا اسکریپت. به همین خاطر ما باید یاد بگیریم که پوشه بندی کنیم، یعنی از ابتدای کار پروژمون رو جوری پوشه بندی کنیم که فایلامون پخش و پلا نشن. من میام چیکار میکنم؟ همیشه یه پوشه میذارم به نام ایمیجز. وقتی اینم میذارم، چون اون اکستنشن مربوط به آیکون ها رو نصب کردن، شکلی که میگیره شکل یک عکسه. خب چه خوب، این قرار میشه که، یعنی قراره از این به بعد اگر عکسی قرار بود تو پروژم باشه داخل این پوشه میریزمش. یه پوشه میسازم. ببین وقتی رو انتخاب کرده بودم پوشه میره داخل این، پس من اسکیپ رو میزنم، اینجا رو کلیک میکنم که بیرون از ایمیجز یه پوشه دیگه درست کنم، مثلا به نام فونتس. خوبه، دوباره اینجا کلیک میکنم، یه پوشه مثلا به نام ویدیوز. میبینین اون آیکون هم کنارش نشون دهنده اینه که درست انجامش دادم. یه پوشه درست میکنم به نام CSS، یه پوشه درست میکنم به نام JS. آیا لازم اول کار اینا رو بسازم؟ نه، اصلا اول کار نیازی به ساخت این پوشه ها نیست و در واقع اصلا بهتره هر زمان که ما خواستیم مثلا یه عکسی رو بیاریم، همون موقع اولین عکسی که خواستیم بیاریم یه پوشه میسازیم. حالا چرا من الان میگم؟ میخوام که یادتون بمونه. بچه چیزی میگین؟ درخواستی هست؟ آقای کی بود؟ روزافزون؟ بفرمایین. من احساس میکنم مشکلی پیش اومده. اگر مشکلی پیش اومده، خانم جهانگیری هستی تو جلسه، من شما رو فعال کنم صداتون رو، که اگر مشکلی، یه دفعه قطعی صدایی داریم، قطعی تصویری داریم، به من بگین. خانم جهانگیری درخواست، اگه با گوشید نیومدی البته. پس مشکلی ظاهرا نیست. خانم جهانگیری صدای من دارین؟ بله. مشکلی نیست؟ نه، مشکلی نیست. بچه هایی که سوال دارن، گفتم اگر سوال مربوط به موضوع درس، صبر کنید، هر چند دقیقه یک بار من فایل رو در واقع چت رو باز میکنم، میتونین سوال کنید. یعنی
اینجوری بهتره. این درخواستایی که میاد منم تایید میکنم، علتش اینه که میترسم یه دفعه قطعی اصلا صدا و تصویر باشه و این باعث مشکل بشه. غیر از قطعی های اینجوری یا مشکلات این مدلی، یه خواهشی که دارم درخواستی برای باز کردن میکروفون به من ندین، ممنون میشم. که تمرکزم روی این باشه، من هر چه قدم میام حواسم نباشه به اصطلاح سیگنال هایی که از شما سمت شما میاد، بازم بالاخره تمرکز از بین میره. ممنون میشم. اگر حتی قول میدین سوالی نپرسین فعلا در مسیر کار، چتم آزاد میکنم، اما نپرسین، چیزی ننویسین بچه ها، چت باز میشه. اگر موردی بود که مثلا صدای قطع شد، تصویری قطع شد، به من بگین. غیر از این هر زمان که من بخوام اجازه بدم که سوال بپرسین، این صفحه رو بالا میارم و بهتون میگم. ممنون میشم که همکاری میکنین، چون خیلی برام مهمه که زمان رو از دست ندیم و کار درست پیش بره. داشتم میگفتم آیا در ابتدا لازم است که من همه پوشه ها رو بسازم؟ نه. پس چرا تو الان داری اینو میسازی؟ فقط و فقط به خاطر اینکه میخوام بهتون بگم بچه ها پوشه بندی رو فراموش نکنید. اینو ساختم اما دفعه بعد نمیسازم. هر وقت که خواستیم نسبت به نیازمون این پوشه ها رو اضافه میکنیم. یه پوشه هم همیشه درست میکنیم به نام پیجز. پیجز یعنی چی؟ یعنی پیج ها میخوام بریزم توش. یه سایت وقتی درست میشه یه صفحه اول داره و یه عالمه صفحات دیگه داره. شما در نظر بگیرید یه سایتی مثل درسمن یه صفحه اول داره، غیر از اون صفحه یه عالمه صفحه داره. و ما به خاطر اینکه مسلط بر کارمون باشیم، معمولاً صفحه اصلی خودمون رو بیرون از پوشه ها درست میکنیم و بقیه صفحات سایتمون رو داخل پوشه پیجز. پس تا الان که اینا رو لازم نداریم بذار پاکشون کنم. دارم با دکمه دیلیت اینا رو پاک میکنم. میبینی؟ اینا رو همه رو پاک کردم. من فعلا فقط یه پوشه دارم که قراره پیج های خودم رو اینجا بسازم. پس روش راست کلیک میکنم، نیو فایل میزنم، یا اینجا چون انتخابش کردم نیو فایل رو میزنم، اسمش رو میذارم پیج شماره 1.html. قرارمونم همین بود که با html شروع کنیم. حالا اینجا میخوام شروع کنم صفحات سایتم رو بسازم، یعنی تگ های html بذارم. گفتیم W3C میگه آقا استاندارد رو رعایت کن. ویژوال استودیو کد وقتی من اون اکستنشن ها رو نصب کردم که جلسه قبل توضیح دادیم، اگر تایپ کنم html5 رو تایپ کنم، ببینید وقتی شروع میکنم، ببینید خودش داره کمک میده، با کلیدهای جهتی میام روی این و اینتر میکنم. وقتی این کار انجام میدم خودش تگ های پایه رو برای من میذاره، یعنی دیگه نیاز نیست من وایسم اینا رو پر کنم. یه سری چیزا هم هست که الان بلدش نیستیم، مثلا این تگ های متا رو بلد نیستیم، فعلا پاکش میکنیم، بعدها پاکش نمیکنیم. خوبه؟ بعدها این رو پاک نمیکنیم. خب میام تو قسمت بادی، شروع میکنم به چی؟ کار کردن. امروز میخوام یه سری تگ های دیگه بگم. اول قبل از اینکه چیز بشه یه ران کنیم، یه اجرا کنیم. گفتیم راست کلیک میکنیم، چون لایو سرور رو اکستنشنش رو نصب کردم، اگر دکمه اوپن رو بزنم برای من اون رو باز میکنه. بله. خب میبینین که اجرا شد. از کجا معلومه که اجرا شد؟ من که اینجا چیزی ننوشتم، میگم یه تایتل گذاشتم داکیومنت. وقتی میام اینجا میبینم این تایتل چیه؟ هستش. پس تمام شد. از این لحظه به بعد من اینجا خروجی برنامه، اینجا هم چی؟ کدای برنامه. پس میتونم شروع کنم به کار کردن. اینم میتونم جمع کنم، اگر جلو دستمو میگیره جمع کنم که فضای بیشتری به من بده. حالا بعضیا دوست دارن که دو ستونه اینو اینجا باز میکنن، اینو اینور. من خودم خیلی علاقه بهش ندارم، ترجیح میدم حتی این مدلی کار کنم. خلاصه امروز میخوام بریم سراغ تگ های بعدی. جلسه قبلی یه سری تگ رو گفتیم، مثلا تگ H1 رو گفتیم. حالا من این وسط یه سری نکاتم میگم، حتما این نکات رو یه گوشه بنویسین. بچه ها هر صفحه HTMLی یکی و تنها یکی و حتما یکی تگ H1 باید داشته باشه. تگ H1 هدر اصلیه، یعنی ما اینجا معمولا مثلا اگر قراره اینجا صفحه محصولاتمون باشه، مثلا اینجا می‌نویسیم لیست محصولات و سیوش میکنیم. اینو چرا این کارو میکنیم؟ چون هم از نظر بزرگی متن اندازش کافیه، همین که ربات ها وقتی میان تگ H1 رو میبینن تشخیص میدن که کل صفحه موضوعش لیست محصولاته.
همین ربات هایی که از طرف گوگل میان و سایت ما رو میبینن. بریم اینجا ببینید این شکلی شده. خب من چون هنوز CSS رو نگفتم و هنوز هم ما داریم چپ به راست کار میکنیم، بیایم پس product مثلا list. حالا این جمله که خیلی مهم نیست، یه متن دیگه، بیایم انگلیسی بنویسیم. ببینید سیف میکنم، میام اینجا میبینم که اجرای اون اینجوری شده. تگای H1 تا HN رو، یعنی H6 رو گفتم و الان میخوام برم دست تگ بعدی رو بگم. بچه ما یه تگی داریم به نام تگ P، برای نوشتن پاراگراف ها، متن های که ما تو فارسی هم داریم تو انگلیسی هم داریم. وقتی میخوام یه پاراگرافی بنویسیم حتما از چی استفاده میکنیم؟ از تگ P استفاده میکنیم. حالا این میتونه یه متن طولانی باشه، خب فرمت من کار نمیکنه، اکستنشن هم غیر فعاله، خب اشکال نداره، یه متن طولانی. الان نگید چرا اینجوری الکی داری یه متن می‌نویسی، درستش میکنم. الان بهتون میگم که میتونید از یه سری تریک‌ها استفاده کنید که راحت‌تر، یعنی وقتی هم سیوش میکنم یه خطیش میکنه. خلاصه این سیو من یادم رفت درستش کنم. میبینید بچه‌ها این متنه. حالا پس برای نوشتن پاراگراف‌ها از تگ P استفاده میکنیم. یه سری نکته هم الان اتفاق میفته. اگر خواستید متن تستی بذارین، کلمه لورم رو بنویسین، اگر اینتر کنی خودش یک متن تستی برات وارد میکنه و من میتونم اینجا چیکار کنم؟ ببینمش. حالا حتی ما میتونیم چیکار کنیم؟ بگیم لورم مثلا 200، یعنی یک متنی که شامل 200 کلمه است رو برای من اضافه کن. سیوش میکنم و این میبینین که این شکلی شده. کسی سوالی داره؟ ملیکا بفرمایید. خانم ملیکا سوال داری؟ ای چرا چی نمیگین؟ خب نمیدونم، برگردیم اینجا. پس بچه ها تگ P برای نوشتن پاراگراف ها استفاده میشه. مثلا من توی متن فارسی یا انگلیسی هم همینو داریم دیگه، یه تایتل داریم مثلا یه H2 به نام مثلا تایتل تست 2 مثلا، یه عنوان داریم و زیر این اومدیم یه متن توضیح دادیم. الان اگر نگاه کنید این شکلی شد. پس از تگ پاراگراف برای نوشتن پاراگراف ها استفاده میکنیم، ساده، فقط توشون متن استفاده میکنیم. این تگی که باید بلد باشیم. حالا این وسط، خب این وسط امکان داره همین متنی که ما داریم بخوایم روی بعضی از قسمتاش کاری انجام بدیم. مثلا برای بولد کردن یه قسمت، من میتونم این قسمت رو تحت کنترل یک به اصطلاح تگی به نام استرانگ بذارم که جلسه قبلم گفتیم، یا تگ B بذارم که من توصیه‌ام روی استرانگه، چون ربات‌ها این رو بهتر تشخیص میدن. یه تگ دیگه ای داریم به نام تگ اینس. تگ اینس چی کار میکنه؟ تگ اینس برای زیر خط دار کردن استفاده میشه. حالا اگر میخواستید مثلا این متن هم زیر خط دار بشه هم بولد بشه، شما میتونید چی کار کنید؟ اینو بردارین کلن بذارینش توی تگ بولد یا استرانگی. الان این چی شد؟ الان این تیکه این شکلی شد. بیایم اینجا میبینیم هم زیر خط داره هم بولده. آره خب بیایم اینجا، بیایم سراغ این قسمت. من میخوام یه حرکتی انجام بدم. گفتم قرارمون به این شد که همه چیز رو تو این کلاس نگیم، به جاش یاد بدیم که چطوری خودتون میتونید بهش برسید. میخوام اینو این شکلی بهت بگم. میگم که اگر من یه سرچ تو گوگل کنم، بنویسم HTML formatting، خب formatting tags، اینو اگر باز کنم، بچه حالا تو سایت های مختلف هست، مثلا توی همین WTree School میتونید بازش کنید،
و تمام تگ هایی که اینجا ببینم کامل گفته، تمام تگ هایی که به دردمون میخوره رو برامون توضیح داده. مثلا من اصلا نمیدونم این معنیش چیه، مثلا این نمیدونم چیه. خب تگ آی حالا برای ایتالیکه، خب میام استفاده، اصلا نمیدونم این چیه ها، با خودم میگم این چیه، خب insert text، insert text یعنی از دید سیستم یک تگیه که داره چیکار میکنه، درج میشه. یا مثلا تگ مارک، آقا تگ مارک داره چیکار میکنه، من یه چیزی رو شنیدم، میام اینجا میگم خب ببین این دیگه مپس چیه، تکست فرمتینگه، پس چون تکست فرمتینگه من باید رو تکست باش کار کنم. توضیحش هم هستا، اما اگه توضیحش هم تازه نخواستید، مثلا من میام اینو ور میدارم میگم اون تگ اسمش چی بود، مارک بود. حالا ویژوال استودیو چرا نمیشناسه؟ بله اینجوری میشناسش، مارک، و اینو اضافه میکنم. خب مارک رو بهش اضافه میکنم، سیف میکنم، میرم خروجی کار خودم رو میبینم، اه مارکش کرد. میبینیم بچه ها؟ پس الان مبحثی که من میخواستم بفهمونم این بود که آقا به کار کردن روی تکست میگن تکست فرمتینگ. مثلا شما اسمول رو داری، میتونی از اینجا برداری بیاری، اصلا میگم توضیحش هم بلد نیستی بخونه، اشکال نداره، فقط اینی که فهمیدی این برای کار کردن روی متنه، شما میگی من یه دونه اینجا میذارم، خب میگم ویژوال استودیو این تهش رو میبنده، بعد من اینو از اینجا ور میدارم میارم میذارم اینجا اسمول، درسته، سیوش میکنم، میام اینجا نگاه میکنم کجاست، انقدر ریزه که قابل تشخیص نیستش. خب نمیتونم تشخیص بدم، این تیکر از اینجا ور میدارم که قاطی نشه، میام اینجا اضافهش میکنم. خوبه یه متنی خارج از پی نوشتم. تگ پی بچه ها یه تگیه که ما بهش میگیم تگ بلاکه. حالا بلاک رو 2 دقیقه دیگه براتون توضیح میدم. ببینین فونت رو ریزتر کرد نسبت به این، الان بزرگترش هم که کنیم این نسبت به این چی شد؟ ریزتر شد. پس فهمیدم تگ اسمال اینجوری. بعد یکی برمیگرده میگه این همه تگ چیه؟ یعنی واقعا نیازه که ما از همه تگ ها استفاده کنیم؟ من میگم هیچ اجباری بر استفاده کردن از همه این تگ ها نیست. اولندش نسبت به نیازتون شما باید استفاده کنید، نه اینکه بگید خوشگل میکنه بذار اینو بیارم مارکو بیارم فلان کنم، چون از نظر چه کاربرا چه ربات ها استفاده کردن از اینها معنی داره. یعنی شما اگر میاد یه چیزی رو مارک میکنید هایلایت میکنید، در واقع میخواید چیکار کنید؟ میخواید مخاطبت بهتر اونو دقت کنه، بهش بیشتر دقت کنه، و وقتی شما متن مهمی نداری نباید مارکش کنی. این از این. اما یکی میگه خب میشه همه اینها رو، حالا اونایی که یه خورده CSS کار کردن، میشه من از مارک استفاده نکنم، مثلا با CSS این کار رو انجام بدم، مثلا اینجا از به فرض مثال اینس استفاده نکنم، با CSS اینو پررنگش کنم. من میگم نه دیگه، اشتباهه. گفتم هم جلسه قبل توی HTML5 به بعد یه چیزی خواسته شد، گفتن که هر چقدر میتونید متنتون رو معنیدار کنید، هم برای کاربر و از اون مهمتر برای موتورهای جستجوگر مثل ربات‌های گوگل. میگه چی؟ میگه آقا تو اگر بیای با CSS اینو برای من پررنگ کنی، درست مخاطب کاربر متوجه میشه که نیتت بولد کردنش بوده، اما من ربات متوجه نمیشم و من تمرکزم از این جمله برداشته میشه و فردا این رو برات SEO نمی کنم. این که میگم SEO بشه یه متنی، یعنی این که موتور جستجو بهش اهمیت بده. به همین خاطر یه خورده توی HTML5 تعداد تگهای معنایی بیشتر شد. مثلا اومدن گفتن آقا شما میتونی بنویسی، بذار یه تگ پی دیگه بذارم توش، یه لورم مثلا 10 تایی بذارم، یه متن کوتاه. خب این یه تگ پی دیگه است و معمولا تگ های پی زیر تگ های HN قرار می گیرن، یعنی یه عنوان باید داشته باشن معمولا، اما اینجوری هم شاید نباشه، شاید مثلا شما 3 تا پاراگراف پشت سر هم داشتی. خب مثلا اینجا یه پاراگراف دیگه بزنم، بعد اینجا بگم لورم مثلا 20 تایی. خوبه
اینم از این شکلی. هیچ اشکال نداره، اما اگر پاراگرافی دارای عنوانه، شما باید با این تایتلا بهش نسبت بدین، با این تگ های HN بهش نسبت بدید. بعد یکی میگه که چند تا تگ H2 میتونم داشته باشم؟ میگم بیشتر از 3-4 تا نباشه، قانون نیست برشان. بعد اگر مثلا شما اینو داشتی میخواستی یه زیر تیتر بسازی، اونو باید بذاری H3. تو کتاب هم اینجوری اگه نگاه کنی تایتل ها این شکلی کم و زیاد میشن. خلاصه برگردیم سراغ حرف خودمون. مثلا میگم که EM یه چیزیه برمود به تکسته، درسته؟ من میام اینو اینجا میذارم، میگم EM چه کار میکنه؟ بریم ببینیم چه کار میکنه. کجایی؟ کجش کرد، درسته؟ معادل همین، اینو چون میخوام نکته بگم دارم اول مینویسمش تا بهت بگم. یه تگ آی هم هست که این کار انجام میده. بریم اینجا نگاه کنید. میبینید بچه ها اگر نگاه کنید اینا اینه همه. همین تیکه که اینا اینم هست. هر جفتشون کجه. از نظر کاربر اینا دوتا یکی هن. اما از نظر گوگل، ربات گوگل، اینا با هم فرق میکنن. تو نسخه HTML5 به بعد اومد گفت آقا اگر نیتت کج نوشتن متن، از EM استفاده کن تا ربات نیتتو متوجه بشه و بیا از تگ آی دیگه برای این کار استفاده نکن. تگ آی رو وردار ببر برای آیکون ها استفاده کن. مثلا شما میخوای یه علامت یه گوشی تلفنی بذارید، حالا بعداً درباره آیکون ها میگم، ما الان دارم اینجوری میگم. مثلا میخوای علامت گوشی تلفنی بذاری بغل دست یه متنی، میخوای علامت مثلا یه پاکت نامه رو بذاری بغل دست یه ایمیلی، اونجاست که بعد از تگای آی استفاده کنید. پس یه سری ریزکاری ها هست، نمیخوام سختش کنم ها، که همین الان که دارم بهت میگم اگر یادش بگیری چیز خیلی ساده ایه. بذار من یه چیز دیگه هم بنویسم. H3 رو میذارم، مینویسم مثلا 2,400,000. خب یه دونه دیگه هم میذارم، این یکی رو میذارم تو تگی به نام دل. این کارو میکنم، سیوش میکنم، میاد اینجا، چی شد؟ خط میکشه. دیدین؟ حالا همین خط کشیدن به 10 روش میشه توی HTML انجام داد. اما وقتی تو این کار انجام میدی، میای از تگ دل استفاده میکنی، خود ربات متوجه میشه که شما داری یه چیزی رو نشون کاربر میدی و میخوای بگی دیگه این نیست. و این میشه یه ارزش. یعنی تا جایی که امکان داره، خیلی وقتا من میگم تو کلاس HTML من تگ یاد گرفتن که کاری نداره، اصلا منم نمیخواد. خیلی راحت بیا اینجا، همین الان بهت گفتم تکست HTML فرمتینگ رو که بزنی، تا این تهبری هم همشون که نه، اکثرشون رو گفته. ببین همشون رو گفته، مثلا میگه آقا میخوای حتی نخوای کدت هم بنویسی، میتونی بیا اینو تست کنی، مثلا دلو میبینی بزنی، خب برات مفصل لوارش توضیح داده اینا گذاشته و بعد میگه خروجیش هم خواستی برو ببین، خروجی اون میشه این. پس یاد گرفتن تگ ها هنر نیست. خیلی وقتا خیلی از ماها مشکلمون اینه که دقیقاً فکر میکنیم تگ HTML بلدیم پس برنامه نویس شدیم، پس ما طراح وب شدیم. نه، اصول رو بفهمید، وگرنه تگ حفظ کردن هنر زیادی نیست. هر کی گفت من همه تگ های HTML بلدم، فقط بعد براش دست بزنی بگی ممنونم، خیلی خوشحالم که شما این تگا رو بلدی. میتونم، من اصلا بلدش نیستم، من همه رو تا داخل یه چیت شیت نگه میدارم تا ازش استفاده کنم. خلاصه خیلی حرف زدم، نهایتا اون چیزی که متوجه شدم ته حرفایی که من زدم، آقا یه سری تگ داریم HN که قبلا در موردشون صحبت کردیم، یه تگ P داریم برای پاراگراف، یه سری تگ هایی مثلا small داریم برای کوچک نوشتن، یه تگ دل داریم برای اینکه خط روش بکشیم، یه اینس داریم برای اینکه زیر خط دار کنیم، یه دونه تگ استرانگ داریم که ضخیم نوشتن رو میده و معادل همین یه تگ بی داریم، هر جفت اینها ضخیم میکنه متن رو، یه دونه EM داریم که برای کج نوشتن استفاده میشه، یه دونه آی داریم که اون هم متاسفانه برای کج نوشتن استفاده میشه، که عباسی گفت نکنید اینو بیارید جدا بذارید، بعدها با اینا آیکون میسازیم. اصل مطلبش اینه. یه عالمه دیگه هم وجود داره که اگر خواستید توی دوره HTML اصلی من همشونو گفتم، اما واقعیتش بچه ها به خدا 99% مواقع شما فقط با اینا کار میکنید.
اگه عباسی نگفت خیلی نگرانش نباشید. مثلا یه جا میگی که خب اگر من بخوام مثلا کوتیشن بذارم چی؟ مثلا میگم HTML tag مثلا کوت اینا کوتیشنز اینو میزنم. نگفته که نگفته. مثلا میگه تگ کیو هست. میایم اینجا مثلا بلاک کد هست. آقا اینه. ببینم این چیه، این چی گفته؟ اصلا یه چیزیش دیدی دیگه؟ علم که جناب چت جی پی تی هست از من عباسی بهتر برات میگه. میای اینجا مثلا آقا این سیته چیه؟ اینجا دارم یه سیت میبینم. بزنو بردارم بیارم. بچه ها اگر میخواین برنامه نویس بشید فقط و فقط راهش اینه. اینی که منتظر باشی من همه رو بگم امکان نداره. اصلا خودم هم بلدش نیستم. بلوف اگه بگم بلدم. من یه لورم دیگه میزنم. لورم. خب خیلی اذیت هم داری میکنی. من به جایش ایشون یه لورم مثلا دهتایی میزنم که این باشه. بعد میام اینم میذارم. اینم این چی کار میکردین سیته؟ میارمش اینجا خودش رو نگاه میکنم. این شکلی شد. هیچ تغییری نکرد. ببین بچه ها، حالا درباره اینا همه توضیح دادم ها. همه اینها رو من داخل اون HTMLی که تو سایتم هست گفتم. اگر خواستی که همه رو بشنوی اونجا هست. اما خودت هم میتونی این کار رو انجام بدی. حالا راهکار بهت میگم که چطوری به اینا برسی. آقا به این سیته رسیدی؟ خب یه جای دیدیش، حتی توضیح هم اینجا دوارش نداده. حالا اینجا که توضیح داده اما توضیح نداده، دوباره برمیداری میری اینجا HTML tag مثلا سیت. خوبه؟ اگر میگم چت جی پی تی، حالا بچه‌ها یه لحظه بنویسین کیا دارن با ابزارهای هوش مصنوعی کار میکنن، کیا بلدن مثلا چت جی پی تی رو اکانتشو دارن، پلاس بذارین. آفرین. یواش یواش به این سمت باید بریم. یواش یواش باید کمک بگیریم. اون نمیتونه همه کاری برام بکنه اما میتونه خیلی کمکمون بده. من نمیتونم الان فعالش کنم چون باید فیلتر شکنمو باز کنم و اگر فیلتر شکن باز کنم شما احتمالاً خیلی چیزا رو دیگه نمیتونین ببینین. بچه‌ها انقدر درخواست ندین. خب پس خوبه نسبتاً زیاد دارین کار میکنین. اما اصلا میگم چت جی پی تی کار نکردی، اینو میزنی اینجا داره توضیح میده درباره این. بلد نیستی؟ خب یه مترجم باز کن. مترجم گوگل بذار اینجا دوبارش بخون. میگه اسید برای عنوان یک اثر خلاقانه مثل مثلا یک کتاب. میگه اگه میخوای یک کتاب بنویسی میتونی سیت بذاری، نام یک شعر، یه آهنگ، یه شاعر، یه نویسنده، یه چیزی که معروفه معمولا توی سیت میذارنش. تمام شد. فهمیدم. اصلا یادم رفته تمام شد. بعدها میام از چت جی پی تی میپرسم، میگم جناب چت جی پی تی یه تگی هست که مثلا من میخوام اسم شاعر رو توش بنویسم، چی بود؟ برات میگه. این برات میگه. خب اینا شدن چی؟ اینها شدن تکست فرمتینگ. ببندیم برگردیم. از بات تلگرام. بله اونم هست. خب بریم سراغ پیج دوم رو بسازم HTML و برگردیم اینجا. ببینی الان افتاد بیرون بچه ها، دیدی من وقتی ساختمش داخل این نیست. میتونی بگیری ببری بندازیش تو این پوشه. میگه مووش کنم، میگم بله مووش کن. انداختش تو این، نگاه کنی الان تو اینه. اگه خواستید الان ببینید بچه ها این پوشه کجاست. این پوشه کجاست؟ رو دسکتاپ منه. یادم رفته کجاست، رو دسکتاپ منه نیستش. کجاست؟ رو این پوشه راست کلیک میکنم. خب رول این فایل اکسپلورر میزنم برام بازش میکنه. میگه تو دسکتاپت بود، دنبال چی میگشتی؟ مای سایت اینجاست و اگه نگاه کنی فایل ها اینجاست. یه خورده هم خوبه ویژوال استودیو کد بلد باشید. اونایی که جلسه اولشون رو به ما اضافه شدن، ما توی سایت درسمن دوره رایگان ویژوال استودیو هم گفتیم، اونم حتما توصیه میکنم. هر زبانی میخوای کار کنی این دوره رو برو ببین. اینجا توی دوره آموزشی، آموزش ویژوال استودیو کد که رایگانه، حتما توصیه میکنم ببینید. همین نکته هایی که الان داریم استفاده میکنیم با یه عالمه نکته بیشتر.